مادر مصاحبه میکنه ای بچی تا ریسته کدش مصاحبه بیتی تر از این قسمت روی خود شکایت میکنن دست میزنه دهی باز ما میگیم خونجا چیز نیست سیل میکنیم روشه دیگه از برادر خود یاد میکنه میگه برادرم گناهی نداره بس هم قسم میگه نیکبخت دقیقا در اینی اتاق بود ببینین که حتی حیوان هم در اینجا زندگی کده نمیتونه خانم نیکبخت درست در اونجا نشسته بود در اونجا بود آه که از کمر پایین شل شده بود وضعیت فیلی نیکبخت بسیار خوب شده نسبت به سابق یک هفته پیش که نیکبخت آورده بودن خودم شب اول نوکری بودم که آوردن وضعیت چندان خوب نبود حالا فعلا خوبتر شده وضعیتش بسم الله الرحمن الرحیم به نام و یاد خدا سلام دوستان عزیز انشاءالله که همتون خوب و صحتمند و سر حال باشین خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما دوستان عزیز حاضر شدیم قسمی که شما دوستان عزیز در جریان هستین در این روزا خانم به نام نیکبخت در خانه ای که از طرف برادرانش به مدت 25 سال بندی بود و این خبر در سوشال میدیا دست به دست میشه و از طرف حوزه دهم این خانم در این خانه به دست آمده و بیشتر جزئیات هم میخواهیم که از کسایی که اینجا زندگی میکردن بالخصوص وکیل گذر این منطقه و همچنان انشاءالله میریم به طرف خانم نیکبخت که اسمش هست گفتنی اونا رو همچنان می داشته باشیم که فعلا در شفاخانه تحت مراقبت است. وکیل صاحب بسیار زیاد خوش آمدین میشه در مورد جزئیات دقیق بر ما بگوین بسم الله الرحمن الرحیم خادم حسین حسینی هستم مسئول این کوچه مسجد جامع شیخ علی ها جزئیات قسمی بود که ما روزمانی که خبر شدیم که در این خانه یک کسی بندی است دفتن ما با وکیل صاحب گذر و وکیل صاحب گذر با عامر صاحب حوزه در جریان ماند و عامر صاحب حوزه در ظرف 6 دقیقه در نیمی جرسان خودش این قضیه را از نزدیک بررسی کرده پس میریم داخل و ببینیم که این خانم در کجا بندی بود و به چه شکل این 25 ساله گذشتان و نگفته نمانه که منصوبین امنیتی حوزه دهم همراه ما هست و از اینجا نظارت می داشته باشه خب وکیل صاحب در کدام خانه بود دقیقاً دقیق خانم نیکبخت در این اتاق روبرو که شما میبینین و اینجا در اینجا خانم نیکبخت در این اتاق با مدت 25 سال یک مکلکینی است که اینجا مکمل پلاستی گرفتگی بود و خانم نیکبخت در مدت 25 سال در این اتاق زندگی کرده فقط این مکمل پلاستیکای پلاستیکار که می‌بینی این مکمل اینجا پلاستیک گرفته بود مکمل پلاستیک گرفته بود فقط اینمی غار باز بوده که از اینمی جا نانا امیداد شه خو از این طریق نانا و نانا از اینمی طریق برش میداد باز تشنابی گپاش کجا بود می خود داخل می‌بینیم باز دیگه داخل می‌بینیم چون اینجا چی بود یعنی دروازه بسته بود خب چی دروازه بسته روی کفار اینجا می‌بینی شما تصویر می‌گیرید یا مکمل دروازه بسته بود دروازه بند بود باز این دروازه رو ما باز کردیم داخل رفتیم خانم نیکبخت داخل جایش هست نشون میده در داخل این دوستای عزیز ببینین بله دوستای عزیز قسمی که میبینین بانو نیکبخت دقیقا در اینی اتاق بود ببینین که حتی حیوان هم در اینجا زندگی کده نمیتونه چی برسه که یک انسان مدت 25 سال اینجا زندگی بکنه طور یک صاحی است که بسیار خب اینجا قسمی که دم میشه خوراک شام یک طرف و پیشاب شام دیگه طرف و این کثافات و این مرداری یعنی واقعا سخته چطور یک انسان میتونه به این شکل در اینجا زندگی بکنه و این جای بود که ما بعد از کشف که کشف کردیم میره اینجا خانم نیکبخت درست در اونجا نشسته بود در اونجا بود آه که از کمر پایین شل شده بود و همونجا نشسته بود نان از اونجا داده میشد فقط دستا شرکت داشت که دست کار میکرد و همین نان از اونجا میگرفت و همینجا میخورد همینجا نان میخورد همینجا تشنابش بود و جای خوابش تمام چیزش در طول 25 سال در همینجا مکان بوده ملا آفرینش یعنی بسیار سخت است برای انسان چطور امکان داره که یک انسان به این شکل در اینجا بندی شود؟ چی گفتن برادرشان؟ شما خودمی ساعت زندگی میکردین برادرایشان به کدام شکل و کدام روی از اینجا رفت آمد میکردن دیدار داشتن با شما؟ خب او اگر با ما دیدار میداشت اصلا یک روز نمیشود چون هیچ با کسی بود تو سلام علیک نداشت منطقه کدی کس خوب نبود دیگه دقیق نمی تو یک جای برای مخوار خود تایه کده بود که حداقل جای از انسانیت نیست دیگه خارج از انسانیت است دیگه ما اینمی را که زمانی که ما کشف کردیم باز فضل خدا کامر صاحب حوزه بسیار به زودی آمد و اینمی ساحه را گرفتاری کرد قبلا
شما آگاه بودین که خانم دیج بندی است؟ به چی نام اینجا بندی بود؟ قسمی که ما در جریان هستم میگن که گفته بودن که دیوانه است اینجا بندی کرده. نه، او را میگفت که این کم تکلیف داره، تو خودشان میگفت که تکلیف داره، ولی ما فکر نمیکنیم که دیت یک جای بندی است. ما فکر میکنیم چون یک سه همشهری دیگه هم داره، یک شده نمی منطقه زندگی میکنه و یک شهران است، یک شام دوطن است. ما فکر میکنیم میره وطن رای کده پیش اوست. ابتدایی فکر نبودیم که دیت یک جای دیت یک خانه زندانی است. ایرم که ما از طریق اشتوکا کشف کردیم که اشتوکا دیت سهانه رفت آمد میکرد، دید که میگفت که والا اینجا کسی است. باز وقت ما که را دیدیم خوب بررسی کردیم که نه والا کسی اینجا زندانی شده. باز دفعتا ما با عمر صاحب، با وکل صاحب گذار، عمر صاحب عوضه به تماس شدیم و عاجل آمد اینو گرفتار بکردن. خیلی ببینن سلامت باشین، یک کمک بسیار بزرگ کردین بر انسانیت. کسایی که واقعا به انسانیت ارزش میده، در چنین حالت یک انسان زندگی میکرد و از او حالت شما نجات شدادین. و تشکری خاص میکنم از منصوبین امنیتی حوزه دهم که خدمت بسیار بزرگی کردن در سی خانم، و بیشتر میخواییم که این خانم از نزدیک ببینیم و بیشتر اطلاعات بر شما دوست عزیز ارائه بکنم. چند تصویر از این صاحب ببینین، اما تو میریم به طرف شفخانه و دیدار میداشته باشیم امرای بانو نگبخت. خب دوستای عزیز، بالاخره رسیدیم به شفاخانه وزیر اکبر خان و قسمی که اطلاعات به دست آوردیم بانو نیکبخت آوردن در شفاخانه وزیر اکبر خان، قبلا در شفاخانه شیخ زاید بود و میریم دیدار می داشته باشیم با این بانو و از دکتر صاحب پرسان میکنیم که آیا در این 25 سال بانو نیکبخت دچار کدام مشکلی نشده و از صحت فعلی بانو نیکبخت بر ما و شما دوستای عزیز معلومات بدن؟ ما را تعقیب بکنین، همون تو میریم به طرف بانو نیکبخت. دوستای عزیز، بالاخره رسیدیم به اتاق که بانو نیکبخت است. بیشتر امروشون صحبت هایی می داشته باشیم و قسمی که برتون گفتم بانو نیکبخت از شفاخانه شیخ زاید به شفاخانه وزیر اکبر خان انتقال پیدا کردن و فعلا تحت مراقبت هستن و امروی دکتر صاحب همچنان صحبت هایی می داشته باشیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خورجون خوب هستین؟ خوبه. صحتتون خوب است؟ قربانت. چطور از وضعیت فعلی تا خوب هستی؟ خوب هستین؟ صحبت کردم میتونم؟ خب بفرمایید. مادر مصاحبه میکنه ای بچی تو ریسته کدش مصاحبه بیتی، میگه خوب از وضعیت چطور؟ میگه یکم بلند گفتی بلند. خوب هست؟ خوب. چی توز مریضید؟ میگه خوب. در پرسان دامده خوب. خوش شکر که خوب هستی. خوب درد میکنم. خوب اینال دکترها را گفتم گفت میایم باز یک دفعه میمینم اتا. آمین. کجا این درد میکنم؟ این قسمتاش درد داره. دکتر سبه بجریان ماندیم که بیا یک دفعه سک بچشده شما. خوب چطور از وضعیت شما خمیجه؟ چقدر رحمه میشه امرای نیکبخت هستین؟ از وضعیتشان بگوین چقدر تغییرات آمده؟ شکر خوب شدن از وقت که حال شکر بهتر هستن، خوب هستن دیگه، مشکل نیستن. در اول چطور بود؟ را میتونست گشته؟ چی میگفتن؟ کدام مشکل جدی داشتن؟ مشکل داره، گشته نمیتونه. این دیگه مساج جدا میریم تا که دزیر تا دویست تا که بخیر خداوند خوبش کنه. جورشا بخیر. دستایت خون. مادر جان گپ بزن. کجای زیاد درد میکنه؟ خون گرفته، بیشتر خون گرفته. کلو گرده نمیده. خب دوستای عزیز، دکتر صاحب موضوع پیدا کرد. از دکتر صاحب میپرسیم که وضعیت بانو نیکبخت چطور هستن؟ حالا خوبتر شدن از وضعیتی که قبلا داشتن؟ تغییرات آمدن آمده؟ سلام برسه دکتر. سلام علیکم، خوب هستین؟ ببخشید نام من جینان زاکر است، یکی از کارمندان شفخانه وزیر اکبر خان. بسیار خوب. در مورد وضعیت فعلی نیکبخت بگوین، چقدر تغییرات آمده ده؟
وضعیت فعلی نیکبخت بسیار خوب شده نسبت به سابق. یک هفته پیش که نیکبخت آورده بودن، خودم شب اول نوکری بودم که آوردن، وضعیت چندان خوب نبود. حالا فعلا خوبتر شده وضعیتش. وضعیت روحیش هیچ خوب نبود، شخی عضلات داشت، حالا بهتر شده. فقط شخی عضلات بود، دیگه کدام مشکل جدی خوب برشان پیش نامده؟ چون 25 سال در اتاق بودن. حالت روحیش خوب نیست و شخی عضلات داره. شخی عضلات داره. بله، دستش خوبتر شده، حالا بهتر شده، از کمر به پایین پایش قدر حرکت نداره که در شبخانه ما برش فیزیوتراپی برش میدن. خیلی ببینین دکتر صاحب، از اینکه خدمت میکنین به هموطنتان، هم مثلتان. تشکر، زنده باشین. وظیفه ماست. بخیر، سلامت باشین. چی میگن بعض وقتا چون ای در حالت شوک هست، همین رقم که گفتین وضعیت روحیش خراب است. بله. چی چیزا رو بیشتر میگن یاد میکنین؟ نمیفهم، زیادتر از این قسمت روی خود شکایت میکنن، دست میزنه دهی. باز ما میگیم خونجا چیز نیست، سعی میکنیم روشه. دیگه از برادر خود یاد میکنه، میگه برادرم گناهی نداره، بس هم قسم میگه دیگه چیز نمیگه. اول که آمده بسیار میترسید، یک ایراس بود در وجودش دیده میشد. مگم آلو بهتر شده وضعیتش. حالا میشه امروش گپ بزنین ببینین که چقدر تغییرات آمده؟ حالا میترسن نمیترسن؟ چون ما امروش گپ زدیم، امروی ما گپ نزد. خوب استی خاله نیکبخت؟ خوب استی؟ خوب. چای خوردی؟ جوس چیز گرفتی؟ خوب است. توش نشدی؟ چای نه. چرا؟ خسته شدی؟ زیاد گپ زدی امروز؟ نه. من خسم گپ میزنم. آه سهی نمیتونه درست گپ. خاله نیکبخت خوب استی مادرکم؟ چه؟ رویت خوب شد آله؟ کجای درد میکنه؟ تو بخون درد مونه. بخیر، سلامت باشین. مام چون مریض است نگوخ زیاد مزایمش نمیشیم، چون هر روز قسمی که دکتر صاحب گفت اینجا خبرنگارا میایه و از اینجا گزارش تهیه میکنن و فقط هدف تمام گزارشگرا که اینجا میان بخاطر صحتیابی بانو نگوخت است و تشکری خاص میکنیم هم از بخش امنیتی که مراقب نگوخت هستن و نگوخت پیدا کردن و همچنان از دکتر صاحبایی که شبانه روزی اینجا زحمت میکشن بخاطر از اینکه یک هموطن خدا از حالتی که فعلا داره از این حالت برای و طرف صحتیاب شدن برن. بازم تشکر دکتر صاحب، شما و از تمام پرسنلتان. تشکر از شما، زنده باشید. قربانتون، سلامت باشین. خب دوستای عزیز، میریم به طرف حوزه و گفتنیای معاون حوزه رو همچنان می داشته باشیم. شما بیننده باشید. خب دوستای عزیز، دوباره خوش آمدین. آمدیم بالاخره به حوزه دهم و بیشتر جزئیات از عامر صاحب میشنیم. عامر صاحب بسیار زیاد خوش آمدین. خوش باش. میشه در مورد جزئیات دقیق بانو نیکبخت بگوین برای ما؟ و انشالله تعالی که دل رضای حواس سیستا و انشالله اسم متاست بیان وسر دغه د نیکبخت په بارک خوب دوغم را در تویمه چې په طول دی پینځه ویشتو کلو کې د چرقلاب ساحه کې د شیخ علی په کوڅه کې چې د یو ورور لخوا نه، البته د ورور لقب هم نه ورکول کیږي ځکه دغسې ظلم چا سره کیږي، خو خیر اوس یو ورور ده. د یو ورور لخوا نه په یو کور په یوه کوټه کې پنځه ویشت کاله د خپل امر په بند محکومه کړې وه. هغه هم داسې بند چې په دې کوټه کې نه فرش و او نه کومه توشک وه، نه کوم بالښت و، نه کوم برق و، او دې ته ورته نه کوم داسې د اوبو امکانات و. البته تاسو به هغه ځای کتلی هم وي چې دا په یو کارتن باندې پرته وه، د دې خوراک هم له یوې دریڅې نه چې هلته په څنګ کې یو کارتن پروت و په هغه ورغورځېده. بالاخره دې خوړ هغه څه چې پنځه ویشت کاله په دې تیر شوي او د الله تعالی ژوندۍ پریښې وه. سل الله الحمد، د موږ د مجاهدینو په توسط، د موږ د کشفي ارګانو هغه باندې موږ ته معلومات وسو تر څو همدا له بنده راوویستله او فی الحال په اسپتال کې قرار لري چې وزیر اکبر خان شپخانه کې ده تر درملنې لاندې. قضیهش در کل چی بود؟
بعضی ها میگن که به خاطر که عروسی کرده بود یا هم طلاق گرفته بود با او دلیل چون شرم‌آور بود بر از اونا این کار کردن، یا هم بعضی ها به خاطر میراث میگن او کار کرده بود. دقیق اگر شما بگوین آمر صاحب که قضیش البته پدی را به تبه دوم ندارد و هم زکسی دا چون موضوع دیر مهم موضوع پدی بانیم پر تحقیق که او کلی و کورو که دیدوی قریبان دیدوی نیکبخت خور دیدوی اوخای او دې تورته داسې په کوم کور کې واده سوی و څلور کاله په کور کې سفر کړی و. دې ټولو معلوماتو کو دې معلومات په اساس باندې دې نیکبخت خور نوم پښتنه وکړه چې دا نیکبخت مخکې له دې چې واده شي دې کوم تکلیف کوم مشکل عصبي تکلیف یا نور دغسې تکلیف درلوده که نه درلوده، نو هغوی ټولو په جواب کې دا ویلي چې دا رکه روغه وه سالمه وه له اعصابو نه له هر څه. یوازینۍ خبره دا وه چې څلور کاله دې له خپل میړه سره ژوند تیر که او په دې ټول څلورو کلو کې د دې بچیان پیدا نه سو. په نشتون د بچیانو کې هغه د دې خاوند دا طلاق کړله، نو دا خو یو دغه خبره ده چې طبیعي خبره ده چې یو خور له کوره طلاقېږي دا بیرته د ورور کور ته ځي، یعنی د پلار کور ته به ځي. بیرته چې دا کله د پلار کره راځي یا د ورور کره راځي د دوی له خوا نه دې سره ظلمونه کېږي. کیدای شي دې به څه غوښتنه کړې وي د دې په هکله چې ماته خپل حق و حقوق راکړه، نو هغه وشي دا 25 کاله په دغه کوټه کې زنداني شوه تر څو موږ راوست. شما چطور فهمیدین عامر صاحب؟ بر شما کسی گفت د 25 سال همسایگانش یا هم وکیل گذری که در او ساحه بود اصلا نمی فهمیدن که یک خانم 25 سال در او خانه زندانی است؟ نو دا خو واضح خبره ده. په دا ټول د 25 کلو کې لکه تیر شل کاله چې تیر شوي دي، دا شل کاله خو داسې کلونه تیر شوي دي چې ټول وحشت و. البته د دغه په بهانه باندې حقوق بشر په بهانه باندې څوک دلته راغلي وو هغو خو هغه وحشت کړی و. لکه دا اوس د بېلګې په ډول موږ تاسې ګورو چې 25 کاله یوه خور زندانی کېږي، دغه ذهنیتونه خلکو ته ورکول شوي وو. خو لله الحمد چې موږ خپل کشپي ارګان لرو، موږ خپل پراتپي کسان لرو په ساحه کې، د هغو په توسط باندې موږ ته خبر راکړل شو او موږ مجل اقدام وکړو. بخیر سلامت باشین. و د دې قضیه تنها برادر شاگرفتین و قسمی که دیده میشه بچه های خوردم است، از جمله بیادرزاده ایشان همچنان هست؟ بله و دیده خورد ندی، وارد ندی، پا تقریبا زوانان دی، دری وریرونه دی او یه بی ورور ده، دم پا دی قضیه پرلتنی بولی. بخیر سلامت باشین عمر صاحب، از اینکه وقت دادن. قربانتان. دوستای عزیز، ای بود گزارش امروزی ما تقدیم شما کردیم و البته بسیار سخت است که یک خانم مدت 25 سال در یک خانه زندانی بوده و اصلا همون رقم که عمر صاحب گفت برادرش برادر نمیتونیم خطاب بکنیم، چون اعضای فامیل انسان بر انسان خیلی مهم است. حتی میگن کوچکترین خراش هم که یک نفر میورداره حتی بیگانه ها به خاطر جگرخون میشن، چی برسه که اعضای فامیلش باشه. تشکری خاص میکنم از شما دوستای عزیز که تا این دم مرا بیننده بودین. تا دیدار بعد که من موین مهرزه در خدمت شما حاضر میشم. شما را به خدا یکتا میسپارم. شاد خورم. زندگی آرام و آسوده داشته باشید.